سلام بچه ها، کلی ریسپکت. ما اومدیم سمت بازار، حالا لوکیشن تو کپشن برای تو میزنم و اومدیم اینجا یه دونه کوفته معروف بخوریم به اسم مشهور فیلیبه. حالا انشالله که درست تلفظ کردیم. اینجا بیشتر از 100 سال سابقه دارن، از پدر بزرگ و پدر و بعدن الان پسرش، و اینجا فقط کوفته میدن، ولی کوفته ای ها، یعنی یک کوفته خیلی خوشمزه و باها، خیلی هم خودمونیه. کافه مانند جای لاکشری نیست، ولی واقعا غذاش عالیه. بریم با هم یک کم بگردیم و بریم سراغ اصل قضیه. اینم از فضاش بچه ها، یه سری صندلی بیرون هم داره، داخلش هم هست، طبقه بالا هم هستش. اینجا هم که میبینی سمت راست، اینجا اصل قضیه همینجا اتفاق میفته. اینم از کوفته ها، همینجوری دونه دونه اینجا میذارن و همین، یعنی واقعا اصل قضیه همینه. اینجا هم از فضای داخل، اینم هم قدیمیه، از همون 1803 میلادی این فر یا این باربیکیو اینجا داره کار میکنه. خب بچه ها، همین که میبینی این عکسای قدیمی رو دیوار هستش و کلی جایزه اینا من اینجا هم گرفتن و مردم یعنی اینجا صف میکشن ها، فقط برای کوفتهشون. کوفته هم که با سالاد مخصوص خودشون، با لوبیای سفید و سالاد و نون و فکر کنم برنج هم سرو میکنن باهاش. بریم سراغ منیو. البته منیو زیاد نداره ها، ولی بریم که همون کوفته ها به همین ترتیب میچرخونن. یه چیزی خیلی خوشمزه همین هم داره. اینجا هم الان میبینیم این گوشت هایی که از قبل آماده کردن و میزنن رو گریل. بچه ها، اینم از منیشون. همین که میبینین خیلی ساده اصل قضیه کوفته صحبت میکنه. حالا شما میتونین کوفته بخورین. این سایز کوچیکشه که 44 لیره، این بزرگترشه 66 لیر. سالاد هم دارم، پیاز، همون میشه همون لوبیای سفید، اینم سالادشونه و همین دیگه، چیز دیگه هم نداره. نوشیدنی و اصل قضیه. قیمتشون خیلی معقوله، حالا با هم امتحان میکنیم. خلاصه بچه ها، همه چیز گرفتیم که به شما معرفی کنیم. همون سالادشون، اینم هم همون سالاد لوبیاشون، ماست محلیشون، نون و آب. اینم از اصل قضیه. براش اینجا داره فلش میکنه چراغش و خیلی خوشمزه. حالا امتحان میکنیم و میشه شربت. اینم از این کوفته ها، واقعا خوشمزه است، خیلی ساده ولی عالی. کاش که تو ایران یه چیزی مثل این داشتین، نه مثلا رضا لقمه خیلی فرق میکنه. این واقعا خوشمزه است. این ترکیب های سالاد که اینقدر ساده است، واقعا آدم حال میکنه. خیلی راحت میتونم بگم که اومدین اینجا حتما بیاین اینجا هم یه سر بزنین. نزدیک بازار بزرگشون هستش. ما یه 6 دقیقه طول کشید از بازار بزرگ ما بیاین اینجا و آپشن گزینه خیلی خوبیه. ریسپکت بچه ها، ما تموم کردیم و گفتم یه چند تا نکته اینجا بگم که عالی بود، واقعا عالی بود. مثل همیشه که من میگم less is more، اینا هم less is more دیگه، هم simplistic هم less is more. و خیلی جالبه که حالا تو استوریامون زمانی که ما استانبول هستیم چند بار اینو مطرح کردم. من اصلا اون غذای حالت نمیخوام بگم استریت فود، من که تو تهران یا ایران ما جانک فود و آشغال ما داریم، مثل همین بومی ها اینا، اصلا اینجا نمیبینی. برای چی آدم بومی و اینا بخوره؟ اونایی که همش به من مسیج میفرستن میگن که خب یه سری از مردم پول ندارن و میخوان سیر کنن خودشون رو. این یه نمونه خیلی خوبیه که شما میتونید خودتون رو سیر کنین با یه غذای سالم‌تر و خوشمزه‌تر و سیمپل‌تر، یعنی ساده‌تر. و کاش که یه ذره فرهنگمون تو خط غذایی تو ایران یه ذره قوی‌تر بودین، یه ذره روشن‌تر همه چیز در نظر میگرفتیم و کاش که مردم نمیان این همه آشغال بخورن. همین اینجا هم استریت فود به قول معروف یا غذای خیلی ساده و لاکشری اونا نیست. مردم اینجا دارن صرف
برای این غذا و کلا تو ترکیه اینجوریه. اصلا من جایی ندیدم مثل ایران که این همه ما آشغال دارم میدم به مردم. و چرا ما تو ترکیه اینو نداریم؟ و اینکه مردم از لحاظ فرهنگی یه جوری بزرگ شدن که برن سراغ کیفیت، فقط حجم اینا نیست. و از اون و یه سری غذا هست مثل همین که ما خوردیم، واقعا خدایش 6 تا کفته، حالا شما میتونید 12 تا بگیرید یا 10 تا بگیرید، ولی 6 تا قشنگ با نون و سالاد اینا هم سالم بود، هم خوشمزه بود، هم ما رو سیر کرد. خلاصه بچه‌ها بگم که حتما بیان اینجا. میدونم خیلیاتون که میان استانبول میرین حتما جای توریستی و اینا، ولی اینجا 99% مشتریشون اینجا خود توکن و واقعا عالی بود. حتما بیان اینجا یه سر بزنید. ریسپکت.